بعد به آذر ماجدی روز به خیر و اسب خیر و شب به خیر، نمیدونم هست چی هست دیگه. میگم که آذر خوبیش همینه دیگه، آدم وقتی در مملکت شما تاجگذاری میشه احساس شاه شدن به ما به احساس دست میده، میگیم ما به آذر روز به خیر. بفرمایید. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. اتفاقا آذر در مملکت شما مثل که چارلز سوم تاج گذاشته توی دنیایی که همه از دموکراسی حرف میزدن، حق انسان حرف میزدن، چه اوضاعی، چه خبری هست؟ راستش واقعا مسخره است. شما تو قرن 21 هنوز این سنت فئودالی، دوران فئودالی و ارباب رعیتی رو دارید که هنوز یه سلطنتی هست که هیچ قانونی برش حاکم نیست. شاه میتونه هر کاری بکنه، نمیتونید هیچ جوری باشکاری داشته باشید، نه مالیات میده، میلیون ها پوند هر سال داره میگیره، نزدیک 2 میلیون پوند فقط زمین و ملک و اینا داره، حالا دیگه بقیه چیزاش بمانه. و درست تو این شرایط و تو این وضعیتش وخیم اقتصادی، فقر و گرسنگی و بیخانمانی که تمام جامعه رو گرفته، شما این مراسم تاجگذاری رو دارید، واقعا توهین به انسان، توهین به شعور انسان. و خب روشن انگلیس مثل فرانسه خیلی رادیکالیزمش مثل فرانسه نیست، ولی با این وجود ادهی امروز توی لندن تظاهرات کردن یا قصد داشتن تظاهرات بکنن، ولی پلیس تظاهراتشون متوقف کرد، پلاکارداشون رو گرفت و ادهی رو به خصوص سازمان دهندگان رو دستگیر کرد. فکرشو بکنید توی یک کشور اروپایی که اینقدر به دموکراسیش مینازه، شما حتی نمیتونید تظاهرات بکنید علیه سلطنت، پلاکارد دستتون بگیرید، شعار بدید. همین پلیس به این با این بهانه که شما دارید مردم رو با صداتون اذیت میکنید، دستگیری ها رو انجام داده. این واقعیت فقط جامعه انگلیس نیست، به یه نوعی به کل اروپا سرایت کرده و واقعا نشون میده که ما توی چه بربریتی هنوز زندگی میکنیم. و این اتفاق معین امروز فرضاً تو انگلیس خودش یه نمونه شاخصی هست از سقوط دموکراسی، هرچی که خودشون میگفتن توی انگلیس، و این یه نمونه هست برای کل اروپا. و این میدونید درست قبل از این قضیه، این فقط با پیش مقدم مثلا تاریخ پیشینش هم نگاه کرد، پارلمان انگلیس یه دونه قانون تصویب کرده که تظاهرات رو به شدت محدود میکنه و دوباره این رو یک بند دیگه بهش گذاشته که شما اگر تظاهرات صداش مردم رو اذیت کنه یا نوعی مزاحم مردم بشه ممنوعه و دستگیری میده. این واقعیت کنونی جامعه انگلیس. آذر ماجدی شما گفتین که این شاه کلی پول داره و زمین داره و خب بالاخره یه کمی هم خرج ملت بکنه دیگه، جشن و تاجگذاری و این چیزا بگیره، چه اشکالی داره؟ ولی خب مثلا اینه که دستگیر کردن آدم ها که مخالف بودن، واقعیت اینه که بالاخره مملکت شاه، قانون شاه تصمیم بگیره کی رو بگیرن کی رو نگیرن. اتفاقا من دیدم که مدیای ایرانی هم به حساب کاملا زنده این مسئله رو، به حساب مسئله تاجگذاری چارلز سوم رو پوشش دادن، به طرف ایران هم پوشش دادن که مثل اینکه اونا میخوان یه شاه بیارن. ببینید مسئله بر سر اینه که خب روشنه سلطنت طلبای ایرانی لابد کف میزنن برای سلطنت توی انگلیس یا سلطنت هر جای دیگه. اینا همینقدر همشون همینقدر دست راستی ضد انسانی سرکوبگرن،
در ماهیت امر یکیه، چه سلطنت تو انگلیس، سلطنت تو ایران، سلطنت تو عربستان سعودی، سلطنت هر جایی که دیگه ای که دارید بهش نگاه میکنید. تو اروپا رفتن تو جست سلطنت مشروطه بعد از تلاش هایی که تو قرن 18 و 19 شد برای انقلاب، انقلاب علیه سلطنت، انقلاب برای آزادی. تو فرانسه موفق شد اون انقلاب سلطنت رو سرنگون کنه. ناپلئون اومد سلطنت اعلام کرد، بعد اونم سرنگون کردن، تموم شد بساط سلطنت تو فرانسه. ولی تو ایتالیا به نوعی سلطنت سرنگون شد. تو یونان با یه کودتای سلطنت سرنگون شد. ولی تو بقیه اروپا یه جست خیلی مدرن و متمدن به خودشون گرفتن، مثل انگلیس، مثل هلند، مثل اسکاندیناوی، مثل هلند و غیره، و الان داره واقعا ماهیت خودش رو نشون میده که سلطنت چه نقشی بازی میکنه، که به راحتی میتونه هر قانونی رو وتو کنه نکنه و هیچ کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه. و یک این نهاد کاملا سرکوب و به مردم تحمیل شده رو دارن به عنوان مثلا نماد تمدن به مردم جلوه میدن. نزدیک دقیقاً الان میگم، من یادم نمیاد دقیقاً عددش چیه، نزدیک 1 بیلیون کمتر، ولی خرج این تاج گذاری شده. کی اینو میده؟ دولت میده. دولت از کجا میده؟ از پولی که از مردم میده. و در حالی که الان فقر به شدت تو انگلیس گسترش پیدا کرده، 1 میلیون بچه به خانمان تو انگلیس وجود داره. بیشتر از این بچه هایی هستن که گرسنه میرن مدرسه چون پدر مادرشون نمیتونن بهشون غذا بدن. یک چیزایی اومده به اسم بانک غذا که تمام الان نزدیک از اون موقع که کانسرواتیو اومدن سر کار بیشتر و بیشتر شده، الان همه جای انگلیس رو برداشته. یکی نوشته بود میگفت تعداد این بانک های غذا از تعداد مکدونالد الان تو انگلیس بیشتره. اینها تلاش میکنن یه غذای بخور و نمیری بدن به آدمایی که گرسنه. اینا یه سری خب معلومه کمک مالی میگیرن از بعضی شرکت ها، از بعضی از کمون ها، یا مثلا دولت های منطقه، چیزهای کانسل ها توی انگلیس. الان خیلی هاشون اومدن و دارن توی توییتر میگن که به خاطر این تاج گذاری اون مقدار کمک مالی رو هم که از این کمپانی ها میگرفتن قطع شده، چون همشون کمک کردن به تاج گذاری. نگاه کنید این قضیه رو، ببینید چقدر سقوط، چقدر خود. و یک دونه از اینها رو رسانه های بستر اصلی به شما نمیگه. بی بی سی نمیگه، سکای نمیگه، آی تی بی نمیگه، کانال چهار نمیگه، سی این این نمیگه، همینجور بگیرید بریم. و این وضعیتی هست که ما اکنون توی اروپا به نوع گستردهی باهاش روبرو هستیم. حالا میتونیم یه مقدارم راجع فرانسه بعدا صحبت کنیم یا جاهای دیگه. این وضعیت داره به شدت میره به سمت راستش استبداد، به سمت نازیسم و فاشیسم دوباره داره میاد بیرون، درست قبل از مثل قبل از جنگ جهانی دوم. این زنگهای خطر داره به صدا در میاد و باید اینها رو شنید و باید برای اینها سازمان پیدا کرد، وگرنه ما دوباره در آستانه شرایطی قرار خواهیم گرفت که به جنگ جهانی دوم و به آشویتز و به فاشیسم انجامید. آذر بازیدی، اتفاق منم دنبال میکردم این تاجگذاری جناب چارلزو، یاد جشن های 2500 ساله اعلیحضرتی افتادم. کلی لشکر آورده بودن، به عشق رهبر آورده بودن، این همه آدم بالاخره خرج داره دیگه. آقا این پولا رو نمیتونستم بدم به یه تاجشو ایشون بذاشت تو سرش، حالا این پولا رو میداد به مردم. خب دقیقاً، برای اینکه قصدی نیست. شما با یه سیستم سرمایه‌داری استثمارگر خشن روبرو هستید که بر مبنای استثمار خشن طبقه کارگر، بر مبنای فقر و گرسنگی و به بردگی در آوردن بخش وسیعی از مردم به حیات خودش ادامه میده. خب تو دیکتاتوری آدم اینو میبینه، میگه خب این دیکتاتوری سرمایه‌داری که لزوماً اینجوری نیست، ولی الان داریم میبینیم. چرا؟ این سرمایه‌داریه توی اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم چند دهه عقب موندنش، یه جامعه رفاه و یه ذره آزادی بیان و غیر و غیره شکل گرفت. ولی اینا عملا هم فشار طبقه کارگر اروپا بود که قوی تر شده بود و سازمان بهتری داشت و میتونست حمله بکنه، و
و خطر انقلاب کارگری توی غرب به صدا در اومده بود به خاطر موقعیت اون موقع سوسیالیسم، احزاب کمونیست و سوسیالیست، حالا با هر نوع سوسیالیسمی که داشتن من امکان واردش بشم، قوی بودن توی اروپا و از طرفی قرار بود که شوروی رو عقب بنشونه توی جنگ سرد. پس به این ترتیب ما به مدت 3-4 دهه شاهد جامعه رفاه بودیم، شاهد بخشی از آزادی و دموکراسی بودیم و خیلی ها گفتن ببینید ما میتونیم جامعه‌ای داشته باشیم مثل اروپای غربی و سرمایه‌داری باشیم، سوئد بهشت جهان است و غیر و ذاله. اینا رو ما یه مدت شنیدیم. از بعد از سقوط شوروی سریعا به تمام این دستاوردها حمله شده، تک تکش رو پس گرفتن. شما اگر الان نگاه کنید به اروپا، اصلا قابل مقایسه نیست با دهه 80، حتی دهه 80 میلادی، حتی با دهه 90 که حملات یورش شروع شده بود. فقر، گرسنگی، بیخانمانی، سرکوب آزادی بیان، سرکوب اعتراض، تمام اینها به شدت رشد کرده و جلو اومده. توی دوره کووید دقیقاً تمام دولت‌ها استفاده کردن از اون اپیدمی و پندمی و یک دروغ‌های زیادی هم اعلام کردن، کنترل کامل رو بر جامعه اعمال کردن، مردم رو کاملاً ایزوله کردن و بعد از اینکه کووید تموم شد تونستن با جنگ اوکراین و حمله ضد روسیگری و تمام این حرفا، تمام اون سرکوب و تمام اون ایدئولوژی دست راستی شبیه فاشیسم رو که داره بیشتر و بیشتر به فاشیسم نزدیک میشه رو تو اروپا حاکم کردن. قابل بعضی وقت آدم وقتی نگاه میکنه به اروپای 2023 و مقایسهش میکنه حتی با اروپای 2015-16 قابل شناسایی نیست. این نقشه طبقه کارگر، ببخشید، طبقه حاکم جهانی بوده و داره همینطور قشنگ میبره جلو و خیلی از این حرف میزنن که فروم اقتصادی جهانی تمام این نقشه ها و طرح ها رو همراه با سیاست مدارا داره یکی یکی میبره جلو و خیلی هاشو پیاده کرده. خب بینندگان عزیز، همانطور که شما هم مطلع شدین، جناب چارلز سوم بعد از کلی به اصطلاح انتظار تاجشو گذاشت تو سرش. البته حاضر گفت که اینا اینطوری هست، مملکت سوئد هم یه شاه داره ولی یه کمی چیز دیگه، شاه خوبیه. بگذاریم. آذربایجانی، شما اشاره داشتیم به سقوط دموکراسی در غرب. حالا تاجگذاری ایشون که چه ربطی به سقوط دموکراسی داره؟ حالا چند نفر رو گرفتن، چه اتفاقات دیگه افتاده؟ توی انگلیس همونطور که اشاره کردم، دولت محافظه‌کار قوانین زیادی رو برای محدود کردن شدید آزادی بیان، حق اعتراض و تظاهرات تصویب کرده، قوانین علیه پناهنده ها و پناهجوها تصویب کرده از نظر، و در مورد وضعیت اقتصادی در این حالی که اعضای پارلمان همینطور به خودشون اضافه حقوق میدن، همین چند وقت پیش یه اضافه حقوق بالای برای خودشون تصویب کردن و کمک برای هزینه انرژی و غیره، این همه اعتصاب شده از طرف کارگرای راهن، کارگرای پست و نرسا، دکترای به اصطلاح جونیور، دکترای مثل انترن و غیره، و اعتراضات و اعتصابات دیگه. یک قرون ندادن هنوز به اینها، نبردن حقوق بالا، در آن حال که همینطور دارن به بیزینس های بزرگ و کمپانی های بزرگ امکان میدن برای اینکه مالیات ندن، نمیدونم از جاهای مختلف بتونن درآمد داشته باشن. دارن بهداشت عمومی رو که یکی از دستاوردهای مهم قرن 20 هست توی انگلیس رو
تقریبا دارن کامل خصوصیش میکنن، بخشای زیادیشو خصوصی کردن و مردم از دسترسی به درمان و بهداشت دارن کم کم محروم میشن. دارن سنس آمریکاش میکنن انگلیسو، این تلاشیه که دارن میکنن، این نقشه‌ایه که دارن. و مسئله تاجگذاری چارلز و این ممنوعیت تظاهرات علیه سلطنت و علیه تاجگذاری و بر متن و بر بستر این قوانینی که تصویب شده، خب خیلی روشن بهتون میگه چه اتفاقی داره میفته. یک مسئله مهم دیگه که ما راجبش فکر نمی‌کنم توی این برنامه ها صحبت کرده باشیم ولی جا داره که بهش اشاره بکنیم، جولیان آسانژ. جولیان آسانژ رو که به سفارت اکوادور پناهنده شده بود برای اینکه نگیرنش و نفرستنش آمریکا، چند سالی اونجا بود، از اونجا آوردنش بیرون، 4 ساله توی زندانی که بهش میگن زندانی که از نظر مثلا امنیتی خیلی بالاست، رسما مثل دخمه های قرون وسطایی میمونه، 4 ساله تو اون زندان انداختنش، وضع روحی و جسمیش به شدت خرابه. این همه کمپین بین المللی انجام شده برای آزادیش، هنوز دولت انگلیس حاضر نشده به این تصمیم بشه. دولت استرالیا که آسان شهروندشه حاضر نیست فشار بذاره رو آمریکا. آمریکا هنوز میخواد اینو بگیره و به مدت 170 سال بندازه تو زندان. چرا؟ چون جنایات آمریکا و ناتو رو تو جنگ افغانستان و عراق افشا کرد. مردم دیدن که چه جنایاتی این ارتش ها در این دو کشور انجام دادن. میخوان به این خاطر 170 سال بندازنش زندان. این خودش یه پدیده دیگه، اتفاقا اینو اشاره کردم، خوبه اینو بگم، هر کی میتونه دسترسی داشته باشه. من خودم تو توییترم و تو فیسبوکم پست کردم، نامه‌ای هست که جولیان آسانژ دیروز یا پریروز برای چارلز نوشته، نامه فوق‌العاده زیبا پر از طنز تلخ راجع به سرکوب، راجع به اون زندان وحشتناک و مونارکی و سلطنت، نهاد سلطنت. اینها الان واقعیاتی هست که شما در مورد انگلیس میبینید، ولی اگر میخوام راجع به دموکراسی در غرب حرف بزنیم، بریم یه کشور همسایه رو ببینیم. راجع به فرانسه ما پیش از این صحبت کردیم، میتونیم یه صحبت کوتاهی هم الان داشته باشیم. فرضاً اول ماه می باز کارگران اومدن تو خیابون وسیع تو پاریس، لیون و شهرهای دیگه، و جنگ و درگیری تن به تن خیابانی با پلیس، پرتاب کوکتل مولوتوف، کتک زدن دو طرفه و اصلا صحنه هایی که شما بعضا تو فرانسه میبینید و الان فیلماش و عکسهاش رو ما فقط توی توییتر واقعا میتونیم ببینیم، رسانه های بسر اصلی یک کلمه راجبش نمیگن. این رو بعضا آدم نگاه میکنه میبینه، حتی میتونه شبیه سرکوب تظاهر کنندگان تو ایران باشه. مکرون خودش قانونی رو که این همه اعتراض بهش بوده، یعنی بالا بردن سن بازنشستگی رو و حتی اکثریت مجلس باش مخالف بودن رو خودش تنهایی تصویب کرده، بعد اون کانسل قانون اساسی بهش به مکرون حق داده و الان هم همینطور داره مردمی رو که علیش اعتراض میکنن سرکوب میکنه، سوت میزنه میره، این خیالش هم نیست. این یه نمونه دیگه هست، یه نمونه شاید حتی خشنتر رو که جلو چشمتونه. و دلیلش اینه که تو فرانسه رادیکالیزم بیشتری هست، درگیری با پلیس یه پدیده عادیه برای اعتراضات و تظاهرات، طبقه کارگر متشکل‌تره، طبقه کارگر لااقل بخشش هنوز قوی‌تره از انگلیس. و وقتی نگاه میکنید انگلیس با وسع خودش اینجوری شده و فرانسه به اون شکل در اومده. اول ماه می یه نمونه دیگرش بود و هنوز ادامه داره. جالبیش اینه که هنوز این اعتراضات وسیعا تو فرانسه ادامه داره. و اون وقت شما دارید راجع به دموکراسی توی اروپا حرف میزنید، باید خندید. خب بینندگان عزیز، با آذر ماجدی صحبت میکنیم. شاه چارلز رو با تاجش بسپاریم به خودشون. بریم به آذر ماجدی. اخیراً حمله به پهپادی به کرملین شد و بعضا میگن که خب خود
به حساب دولت روسیه پشتشه. بعد بعضی ها میگن به حساب نیروهای میلیتاریزم غرب، خود اوکراین از طریق اوکراین به حساب این کارو کرده. چه هدفی رو دارن دنبال میکنن؟ قطعا قصد پرووکاسیون. این که روسیه خودش کرده که جوکه. ببینید کرملین ببخشید کریمه اگه به خاطرتون داشت باشه، چند ماه پیش اون پلی که میره به کرملینو منفجر شد، گفتن یه تروریست به اصطلاح خودکشی کرده و یه بمبی تو کامیونش بوده رد شده، که بعد معلوم شد راننده کامیون بیچاره بی خبر بوده، این اوکراین این کارو کرده. گفتن خود روسیه اون پل رو چیز کرده، منفجر کرده. نورد استریم پایپلاین رو، اون لوله کشی نفت نورد استریم زیر دریا رو آمریکا با کمک نروژ دیگه الان رو شده منفجر کرد. گفتن خود روسیه منفجر کرده. وقتی تو سازمان ملل اومدن گفتن که خب بیایم اینو تحقیق بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، تمام این کشورهای ناتو رای منفی دادن به اینکه بریم بفهمیم چه اتفاقی افتاده. خب اگه روسیه کرده برید ببینید چرا روسیه کرده دیگه، روسیه خودش میگه بیاید تحقیق کنیم. این از اون طرف. حالا پهباد زدن به کرملین، میگن خود روسیه کرده. این آدمو یاد نمیدونم چقدر بینندگان با مونتی پایتون، یه گروه کمدین خیلی معروف و خیلی خیلی پرتنز مال دهه 70 80 میلادی آشنا هستن، ولی آدمو یاد اون کایند اون نو کمدی میندازه وقتی اینطوری راجبه روسیه میان میگن آره خودش کرده، آمریکا میگه، اوکراین میگه، ناتو میگه، میگه خودش کرده، همین تموم شد رفت. خودش بیام تحقیق کنیم؟ نه نمیخواد تحقیق کنیم. این خیلی روشنه که دارن پرووکاسیون میکنن که روسیه بیاد و یه حمله ای بکنه یا دست ببره به سلاح هسته‌ای تا اینا بتونن حمله کنن. به نظر میرسه تنها قصد میتونه فقط این باشه، وگرنه برای آمریکا کاری نداره به زلنسکی و دولت اوکراین بگه موقوف نمیتونید این کارو بکنید. تمام زلنسکی مثل یه موم تو دست دولت آمریکا و ناتو، تمام قصد پرووکاسیونه. چقدر میخوان تست کنن دولت روسیه رو؟ راستش من موندم اینها آیا دیوانن یا چه نقشه پشت این هست؟ آیا واقعا میخوان جهان رو با یه جنگ هسته‌ای روبرو کنن؟ من هنوز باورش برام سخته که اینا اینقدر دیوانه و مجنون باشن. ولی وقتی تمام این تحرکات رو میبینید راهی ندارید جز این که بگید آره نقشهشون همینه. آیا فکر میکنن که مثلا دولت روسیه یا پوتین عقب مینشینه از جنگ با این کارا؟ معلومه که نه. اینا دولت اوکراین مدت ها اون نیروگاه هسته‌ای رو که توی منطقه ای که الان دست روسیه است بهش موشک مینداخت. حتی از طرف سازمان بین المللی رفتن ببینن چه اتفاقی داره میفته، میگفتن این خطرناکه، ولی اوکراین میگفت خود روسیه داره میزنه و همینطور ادامه داشت. و به هر حال اینها اینطور که بوش میاد، حالا اینطور که آدم احساس میتونه فقط ببینه که نمیتونی منطق دیگه رو دنبال کنی که آمریکا و ناتو به طور واقعی دارن این جنگ رو پرووک میکنن تا برسونن واقعا به اون لحظه حساس جنگ هسته‌ای. از یه طرف این و از یه طرف فشار روی چین و الان دارن سلاح میفرستن برای تایوان که میخوان جنگ با چین رو شروع کنن. این آینده بسیار بسیار خطرناکی رو جلوی نه فقط اروپا و روسیه و اوکراین و چین، تمام دنیا گذاشته و باید دید که بالاخره اینا این رو تا کجا میتونن پیش ببرن. اعتراض توی این کشورها باید وسیعا سازمان پیدا کنه علیه جنگ، علیه ناتو، علیه فرستادن سلاح به اوکراین و تلاش بشه که سریعا آتش بس اعلام بشه و این جنگ خاتمه پیدا کنه. چند صد هزار نفر جوون اوکراینی یا حتی مردم عادی
بچه و غیره کشته شدن تو این جنگ. حالا تو روسیه هم کشته زیاد داده، ولی ما حال بیم راجع به اوکراین که شما اینقدر قربون صدقش میرید حرف بزنید. همینطور جوونا داره مثل برد باد خزون میریزن زمین توی این جنگ، ولی کسی مهم نیست که اینا دارن برنامه خودشون رو میبرن جلو. اوکراین کاملا توسط شرکت های بزرگ بین المللی، کورپوریشن های بزرگ به خصوص آمریکایی داره خریده میشه. میگن بازسازی اوکراین اینقدر خرج داره اوکراین خودش نمیتونه بده. عملا اوکراین تمام منابعش خصوصی شده توسط این کورپوریشن ها. بلکید آخرینی بود که همین دو روز پیش رفته زلنسکی رو دیده و قرار یه بخش بزرگی از این منابع رو بخره. این اتفاقی که داره تو اوکراین. آذربایجانی میگن خب مسئله سرمایه‌داری و بحران‌های اقتصادی که بحران‌های مالی که داره، یکی از علتاش اینه که به سات دامن به جنگ به جنگ‌ها دامن می‌زنه. اوضاع اقتصادی رو شما چگونه می‌بینید؟ به نظر می‌رسه که بحران اقتصادی سال 2008 هنوز به سات ادامه داره. حالا یه به طرف بیرون یه پروپاگاندای بود که یه گشایشی شده و عملا خب ما میبینیم که تعرض به سفره جواب ادامه داره، میلیتاریزه کردن ادامه داره، مثلا اون شرکت هایی که صاحباشون سرمایه دارهای گنده هستن و اسلحه و اینا تولید میکنن شدیدن دارن خب سود میبرن. همین سال گذشته در سوئد شرکت های اسلحه سازی بیش از 130% سود داشتن. این چقدر به گتبندی های سیاسی ربط داره، چقدر به مسئلهش میتونه اقتصادی باشه؟ ببینید مارکس تو کتاب کاپیتال کاملا کار کرده سرمایه داری رو به زیبایی و به دقت و با علم توضیح داده. بحران زاده نظام سرمایه‌داری است. شما نمیتونید بحران رو از نظام سرمایه‌داری بگیرید. این یه خصلت درونیشه. هر چند سال یه بار بگیم حالا هر 10 سال یه بار نرخ سود میفته و بعد این بحران شروع میشه و بعد یه سرمایه ها از دو خارج میشن، اونایی که موندن قوی تر میشن. این خلاصش. از اون روزی که سرمایه‌داری بوده از ازل و ابد ما با این روبرو بودیم. بحران‌های عمیق اقتصادی که فاجعه‌های بزرگ به وجود آورده، یکیش تو دهه 30 قرن پیشه که عملاً به جنگ جهانی دوم انجامید. تو تمام کشورهای غربی که اون موقع همه سرمایه‌داری بودن، خیلی از که بخش دیگه جهان تحت کلونی بودن، مستعمره بودن و هنوز نپیوسته بودن به سرمایه‌داری. و اون یه نمونش بود. 2008 بحران وحشتناکی بود. درسته عده زیادی به فقر افتادن و دولت ها سرمایه ها و بانک ها رو نجات دادن. یه نمونش آمریکاست که اوباما وقتی سر کار اومد کاملا تمام پول ها رو برداد، وال استریت رو نجات داد و حتی اونا تونستن رؤسای وال استریت پولا رو کامل گذاشتن تو جیبشون، مردم زیادی بدبخت شدن، خیلی ها بازنشستگیشون رو که سرمایه گذاری شده بود تو اینجا از دست دادن و این بحران به یه معنا تموم نشد، ادامه پیدا کرد. تو کووید ما شاهد این بودیم که بخش کوچیکی از سرمایه های بزرگ میلیاردها به دست آوردن و سرمایه های کوچیک از دو خارج شدن. تو این آمریکا تعداد وسیع از بیزینس های کوچیک ورشکسته شدن و رفتن بیرون، ولی سرمایه های بزرگ وسیعا رشد کردن. این اتفاق تو جاهای دیگه هم افتاد. الان ما با یک ادامه اون بحران و تعمیق اون بحران روبرو هستیم. چند تا بانک اخیرا تو آمریکا ورشکسته شد. خیلی از مردم پس اندازاشون رو از دست دادن. هیچ تضمینی نیست که بتونن بگیرن. حالا مسئله طنز اینجاست که علارغم این اتفاقاتی که برای بانک ها میفته و مردم هیچ راهی ندارن که اون بخورنمیری رو که پسنداز کردن به دست بیارن،
دارن پول نقد رو کاملا حذف میکنن از معادلات و همه چی باید دیجیتال باشه. شما یا اعتماد میکنید نور زندگیتون همه رو باید بذارید تو بانک با یه کارت بتونید خرید کنید؟ وقتی میبینید تو کانادا چیکار کردن با اون راننده های کامیونی که علیه پاسپورت واکسن اعتراض کردن، تمام حسابای بانکیشونو فریز کردن و حتی اونایی که بهشون کمک میکردن. این اتفاق دنیا رو لرزوند، ولی عملا الان به یه پدیده عادی بدل شده. این اتفاقی که داره میفته، ما مردم توی تمام دنیا، من طبقه کارگر رو صحبت میکنم و زحمتکشان و غیره، برده سرمایه‌داری بودن، الان این برده‌داری داره گسترش پیدا میکنه، تعمیق میشه، تشدید میشه، بحران سر جاشه. و الان یه اتفاق دیگه ای که داره میفته با این قطبندی جدیدی که داره تو دنیا شکل میگیره، ژئوپلیتیک جدید، یه دو قطبی جدید که شما آمریکا رو دارید و غرب رو دارید و یه تعداد دیگه از کشورهای تو آمریکای لاتین و آسیا و آفریقا که با آمریکان، و بعد یه بخش وسیعی که الان رفتن به اون نهاد بریکس میخوان بپیوندن، دلار رو دارن حذف میکنن از معادلات جهانی. این بحران اقتصادی تو غرب رو، تو آمریکا رو به شدت تعمیق خواهد کرد. نمیدونم کجا دارن میرن، میخوان جنگ را بندازن که این بحران رو از سرشون بگذرونن. اینها رو باید دید که داره به کجا میانجامه. ولی بحران اقتصادی که توی غرب لااقل مشاهدش هستیم و تأثیراتش رو تو تمام دنیا میبینیم، قحطی، گرسنگی، فقر تو تمام دنیا وسیع گسترش پیدا کرده، این با اتفاقات جدیدی که داره میفته حتی داره تشدید میشه. همین دیروز یا پریروز من خوندم دو تا بانک دیگه تو آمریکا ورشکست شده، و از نظر اقتصادی وضعیت فقر و گرسنگی و بیخانمانی تو آمریکا اصلا وحشتناک شده. باور نکردنیه که توی یک کشوری مثل آمریکا این همه انسان بی خانمان، این همه انسان گرسنه که هیچ نوع دسترسی به بیمه و بهداشت ندارن دارن زندگی میکنن. آذر مازیدی، شما به قطبندی جدید جهانی اشاره داشتین و این طرحهای ژئوپلیتیکی که هستش. اخیراً اتفاقا میخواستم بپرسم که مثل که رئیسی رفته بود سوریه و اینا، جمهوری اسلامی توی این قطبندی ها کجا قرار میگیره؟ یکی از مسائلی که قطعا برای ما، برای مردم ایران، برای طبقه کارگر ایران، برای جنبش چپ و کمونیستی ایران باید مورد توجه قرار بگیره، این معادلات جدید به جمهوری اسلامی یه اعتماد به نفس دیگه ای داده که میتونه سر کار باقی بمونه و به یه معنا انقلاب رو جلوشو بگیره یا رژیم چینج رو که آمریکا میخواد بکنه و غرب میخواد بکنه رو جلوشو بگیره. درنچه رئیسی با اعتماد به نفس بیشتری الان داره حرف میزنه، جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتری به آمریکا تشر میزنه یا به اسرائیل تشر میزنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که این قطبندی جدید و بریکس که بعداً راجبش صحبت میکنیم باعث شده که فشار برای رفع تحریم از سوریه بره بالا. این مثبت، اشتباه نکنیم، این که تحریم از روسیه بخش سوریه برداشته بشه اقدام مثبته. مردم تو سوریه دارن میمیرن از گرسنگی، بچه ها دارن میمیرن، گرسنگی و فقر بیداد میکنه به خاطر تحریم هایی که آمریکا گذاشته و از اون طرف داره نفت سوریه رو میدوسه و امکان فروش اون نفت رو نداره. این کنار، ولی اسد هممون میدونیم در این حال کیه. اون الان اومده جلو، قرار سوریه به جامعه عرب بپیونده، سفر کرده به عربستان سعودی، با رئیسی رفته اونجا ملاقات کردن و داره یه تغییری به این شکل انجام میگیره در خاورمیانه. از اون طرف اسرائیل به شدت فاشیستی تر شده الان از مثلا 5 سال پیش. کاملا یه دو فاشیست نازی اومدن سر کار
که هیچ ابایی ندارن از اینکه دارن میرن هر روز خونه های فلسطینی ها رو تو ساحل غربی میگیرن، مردمش رو میدازن بیرون، خونه ها رو اشغال میکنن برای خودشون. فلسطینی ها یک سر و سوزن حق ندارن، حمله بهشون رفته بالا. از اون طرف مسئله حمله به ایران رو دارن تبلیغ میکنن و این خودش یه مسئله ای هست که در این حال باهاش بهش توجه داشت. رضا پهلوی هم دیدین که رفت اسرائیل، حتما یه مذاکراتی اونجا به همین شکل انجام گرفته. اینها برای ما باید مورد توجه قرار بگیره، ببینیم جمهوری اسلامی کجا ایستاده، این وضعیت جهانی چجوریه و ما به عنوان انسان‌های چپ و کمونیست و آزادی خواه و که میخوام یه جامعه آزاد و برابر داشته باشیم، چطوری میتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و در مقابل اینها بیستیم؟ به این تغییرات نمیشه بی‌اعتنا. الان جمهوری اسلامی همراه با 18 کشور دیگه تقاضا دادن که به بریکس بپیوندن. این تقاضانامه توی کنفرانس به اصطلاح مجمع بریکس توی تابستون که احتمالاً ماه اوته قرار مورد بررسی قرار بگیره، همشون رو خواهند پذیرفت و جمهوری اسلامی از اون جمله هست. صلح بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، اونم خودش مسئله مهم تغییر و تحول توی خاورمیانه بود. باید ما متوجه باشیم که این اتفاقاتی که داره میفته اینها میتونه تاثیرات جدی داشته باشه توی وضعیت جمهوری اسلامی و مناسبات مردم، آزادی خواهی، انقلاب با جمهوری اسلامی. باید ببینیم که چگونه میتونیم جلوی این مسئله بیستیم. ما الان به عنوان انسانهای کمونیست باید بتونیم یک جبهه جدی بسازیم جلو دوتاییشون. الان اگر شما نگاه بکنید جنبش چپ ضد امپریالیست تو دنیا کف میزنه برای بریکس، کف میزنه برای پوتین، کف میزنه برای چین. این واقعیت رو باید دید. اینها یک مشت دیکتاتوری هن که دور هم جمع شدن. هند رو نگاه کنید، یکی از جنایتکارترین دولت های دنیا، فاشیست‌ترین دولت‌های دنیا تو هند سر کاره. هند یکی از اعضای مهم بریکسه و بقیه‌شون همه‌شون هستن و ما باید بتونیم یه نقشی بازی کنیم که بتونیم بخشی از این چپ رو توجهش رو بیاریم به این مسئله که چگونه به خاطر مخالفت با آمریکا و غرب رفته پشت یه مش دیکتاتور دیگه، چگونه باید از آزادی و برابری دفاع کرد، چگونه باید عدالت رو ازش دفاع کرد. یه مقداری دنیا داره میشه، موقعی که جنگ سرد رو شما داشتید یه قطب دنیا بود، روسیه و بلوک شرق و کشورهایی که از پشت شوروی بودن و اینور غرب. یه مدتی این تغییر کرده بود، دنیا شده بود تک قطبی. از سال 1991 که از سال 1990 شوروی سقوط کرد، آمریکا تلاش کرد که ابرقدرت دنیا بشه. مسئله نظم نوین جهانی شروع شد، بحثش با جنگ علیه عراق شروع شد، تمام دهه 90 گسترش ناتو، بعدش جنگ افغانستان و نابودی خاورمیانه و غیره. ما در یک دنیای تک قطبی آمریکا زندگی می‌کردیم. الان یه بخشی از این بورژوازی و طبقه حاکم کشورهای دیگه بلند شدن جلو آمریکا، میگن ما دیگه حرف تو رو گوش نمیدیم، ما جلو تو میستیم. همشون هم دیکتاتوریه. یه تحولاتی همونطور که گفتم ممکنه ایجاد بشه، مثل رفع تحریم از سعودیه که به نفع مردم باشه، ولی در تحلیل نهایی دو تا قطب داریم از دیکتاتورهای خشن و سرکوبگر دارن با هم میجنگن و مردم دارن زیر دست و پا له میشن. خب آذر بازدی برای غرب همیشه تحریم های اقتصادی یه ابزار بسیار کارسازی بوده برای پیشبرد اهدافش. آیا تشکیل برکسیت بسیار میتونه این ابزار رو از کارسازی به اندازه؟ بریکس مانع این خواهد شد که آمریکا یا غرب تحریماش بتونه کارساز باشه، درست، ولی خودش یه ابزار تحریم دیگه میتونه باشه و
الان یه مسئله دیگه اینکه دلار رو دارن حس میکنن به عنوان، ببینید دلار تا الان ارزی بود که تمام معاملات جهانی به اون انجام میشد. این به آمریکا یک موقعیت ویژه میداد، هم به خاطر مسئله و موقعیت اقتصادیش و هم سلاح تهدید. خیلی روشن یکی از سناتورای جمهوری خواه بعد از اینکه گفتن میخوان دلار رو بردارن، اومد گفت ما اگر این اتفاق بیفته دیگه نمیتونیم تحریم کنیم کسی رو. ببینید تحریم این سلاح کشدار دست جمعی، سلاح آمریکا بوده و سلاح غرب بوده برای اینکه جوامع رو به زانو در بیاره. الان این سلاح از آمریکا و غرب تا مقدار زیادی گرفته میشه. حالا بریکس خودش چی کار خواهد کرد این بمانم. اگر همین تا هم اکنون وضعیت دلار داره خیلی ناامن میشه توی دنیا، الان برزیل و چین تصمیم کردن که به پولای خودشون با هم دیگه معامله کنن، به یه نوعی روسیه همینطور با هند و با کشورهای دیگه، عربستان سعودی داره دلار رو میذاره کنار. اینها اتفاقات مهمیه که داره تو جهان شکل میگیره. متاسفانه وقتی به اون ور نگاه میکنید کیان تو بریکس؟ عربستان سعودی یه نمونشه، هند یه نمونشه، جمهوری اسلامی میخواد به پیونده یه نمونه دیگه شه، روسیه خودش دیکتاتوریه، چین خودش دیکتاتوریه، برزیل که اینقدر الان حال لولا اومده همه میگن بخ 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 این ظاهرن چپه، میدونید چی تصویب کرده؟ تصویب کرده که بچه ها باید تو برزیل بهشون واکسن کووید زده بشه. الان دیگه حتی سازمان جهانی بهداشت زیر فشار پاندمی رو برداشت، گفت دیگه کووید پاندمی نیست. الان دارن واکسن رو خیلی جاها به خاطر خطرات وحشتناک که داشته عقب میکشن. تو این شرایط برزیل لولا اومده میگه بچه ها رو باید واکسن زد. با این همه آمار و سندی که وجود داره که چگونه به مرگ و فلج و بیماری های مختلف واکسن انجام میده و گفته خب این معلومه این میاد بیشترین خطرش خطر برای طبقه کارگر و بخش فقیر و زحمتکش جامعه است. گفته مادرایی که نشون ندن که بچهشون واکسن کووید زده شده پول رفاه اجتماعی بهشون داده نخواهد شد. یعنی داره بهشون میگه یا واکسن یا نون، راه دیگه ای نداری. این مثلا چپ و دموکراسی و برزیل و غیره، این تو یه مقام مهمی توی بریکس داره. ما با این فاجعه روبرو هستیم، دو تا قطب دیکتاتوری، دو تا قطب سرکوب، دو تا قطب استثمارگر با هم دارن جلو هم قرار گرفتن، مردم زیر دست و پای اینها دارن بکشن. ممنون آذر مازدی که این وقت رو با ما شریک شدید، برای شما ایام خوبی آرزو می‌کنیم. خیلی متشکرم از شما و بینندگان عزیز خود.